خاک کف پای حسین است، سرم خاک کف پای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است. قبره فی قلوب من والا و 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 قبره فی قلوب من والا در زانی خوبان عالم بهش، در زانی خوبان عالم بهشت من تماشای حسین است، بهشت من تماشای حسین. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. ای آن که در نگاهت حجمی ز نور داری، ای آن که در نگاهت حجمی ز نور داری، کی از مسیر کوچه خسته عبور داری. چشم انتظار ماندم تا بر شبم بتابی، ای آن که در حجابت دریای نور داری. من غرق در گناهم کی می کنی نگاهم، من غرق در گناهم کی می کنی نگاهم، برعکس چشمهایم چشمی صبور داری. با عرض سلام و ادب و احترام در خدمت شما هستیم با برنامه سلطان کربلا از سرزمین مقدس و نورانی کربلا. همه ما باید دعا کنیم که انشاءالله خدا ظهور اون عزیزش رو نزدیک کنه. وعده‌ای که خدای متعال به همه امتها داده. گاهی انسان در گوشه و کنار صحبتهایی می نشینه که حاکی از غفلت گوینده اون سخنهاست. وعده ظهور حضرت مهدی مربوط به یک فرقه و آیین یا یک دولت و ملت نیست، این یک وعده الهی است. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم، سلام بر مهدی اون آقایی که خدای متعال جلت عظمته بشارت آمدنش رو به همه امتها داده. این من الله، این بشارت از طرف خدای متعال به واسطه حجتهای بزرگوار و جلیل القدر و نورانی اوست، از محضر خدای متعال. خب بحث در این ایام مهدویت از منظر سید الشهدا سلام الله علیه بود. مباحث بسیاری مطرح در این باب. فرمایشات حضرت رو مرور می‌کردیم، مقداری با هم تأمل می‌کردیم. در یکی از فرمایشات سید الشهدا سلام الله علیه داره، راوی میگه به حضرت عرض کردم آقا شما صاحب این امر هستید؟ فرمود نه، صاحب الامر الطرید الشرید الموتور به ابیه، نه من صاحب این امر قیام نیستم، صاحب این امر
اون آقایی است که رانده شده است، الطرید یعنی رانده شده، الشرید یعنی آواره، الموتور به ابیه یعنی کسی که پدرش رو کشتن و طلب خونش رو نکردن. واقعا خصوصا پیروان و دوستان اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین، گاهی انسان اموری رو میبینه و اموری رو میشنوه که اینها موجب به درد آوردن دل حجت خدا میشه. اونهایی که معتقدن به اون وجود نازنین و مقدس، اونهایی که اعتقاد دارن، این اعتقاد باید در اعمال و کردارشون خودش رو نشون بده. اون عزیزی که از دیده‌ها غایبه، اون کسی که بر اساس احادیث و روایات و ایمان حقیقی باید عزیزترین شخص عالم هستی الان در نظر ما باشه، او را آزرده نکنیم، قلبش رو به درد نیاریم. باید دقت داشته باشیم که الان آماده میشیم برای عرض میشه که برپایی جشنهای نیمه شعبان که باید جشن گره، باید سرور، سرور عظیمی است. اما در جشن خدای نکرده اگر یک مهمانی و ضیافتی برپا بشه در اونجا، مثلا عرض میشه غذاهایی که نجس باشه، غذاهایی که حرام باشه و بیاورن، اونهایی که در اون ضیافت شرکت کردن اوقاتشون تلخ میشه، ناراحت میشن، بلند میشن میرن، آه این چه مهمانی است، ما اومدیم مهمانی مثلا از اولیای الهی، ما اومدیم مهمانی یک مؤمن، یک خدا ترس، یک دوستار امام زمان. مبادا در این سفره‌های مهمانی و جشن و سروری که برپا میشه خدای نکرده میدانی باشه برای گناه و معصیت و عدم رعایت حدود الهی. حواسمون باشه به اسم جشن برای اون عزیز، شرکت در اون جشن، نه تنها قلب اون عزیز اگر با شرایطش باشه حجت خدا خوشحال میشن و این وظیفه ماست برای یک همچین روزی که اون آقایی که بشر رو نجات میده از همه مشاکل و سختی ها، باید انسان خوشحال باشه، شادمان باشه، اما یه کارهایی نکنه که قلب اون عزیز رو به درد بیاره، کارهایی که اینها مال دشمنان حضرت ولی است عجل الله تعالی فرجه الشریف است. خب از این فرمایش سید الشهدا سلام الله علیه چی انسان استفاده میکنه؟ گاهی میشه در فامیل یک مثال بسیار بسیار ساده است که این معنای مقداری به ذهن ما نزدیکتر بشه. میگن آقا فلان شخص رو تردش کردیم دیگه، اصلا نه کسی سراغی از او میگیره، نه کسی به او زنگی میزنه، نه حالش رو میپرسه، اصلا انگار یه همچین کسی در روی زمین نیست. خب حالا ممکنه در مسائل خودمون، مسائل دنیایی که پیش میاد، طرف حالا خدای نکرده گناهی کرده، یک جوری ازش رنجیده شدن، یک جنایتی رو مثلا کرده خدای نکرده، خب میگن آقای دیگه اصلا ارزش توجه نداره. اما اگر اون شخص مؤمن باشه، با خدا باشه، بی جهت انسان رو ترد کنه، خب این ظلم ستم بسیار بزرگیست. آیا در روی کره زمین الان عزیزتر از حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف برای خدای متعال جلت عظمتو هست؟ آیا غیر از این است که نفس کشیدن ما، حیات ما، قدم برداشتن ما بر روی این زمین خاکی به برکت وجود عزیز فاطمه است؟ غیر از اینه؟ پس اطلاعمون ناقصه، پس مطالعه نداشتیم، پس آگاهی نداشتیم. بحث در این باب بسیار زیاده که واقعا ما برگردیم مقداری بیشتر بیاندیشیم. تو مثالهای خودمانی تارتن میشنویم طرف میگه آقا من که عاشق چش ابروی تو نبودم، من به خاطر گل روی اون آقا و اون بزرگوار، مثلا اون بزرگ فامیل، من این خدمت رو انجام بدم برای شما. خدای متعال به برکت وجود محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین این جهان رو خلق کرد. این همه نعمت در این جهان آفرینش به خاطر گل روی وجود مقدس اینان است. خب نسبت به اون
آبا و اجداد این آقا که دیدیم چگونه عمل شد به اسم اسلام، به اسم دین، چه جنایتهایی شد و الان هم چه جنایتهایی میشه در حق اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین. آخرین خلیفت الله بعد از رسول خدا در کلام سید الشهدا جد غریبش این چنین تعبیر می کند: صاحب الامر الطرید الشرید، طرید رانده شده. در خود زندگی روزمره ما چقدر انس با امام زمان داریم، چقدر با احکام و شرایع حضرت ولی عصر آشنایی، در زندگیمون چقدر رعایت می کنیم، چه مقدار باور داریم که اون عزیز افعال و کارهای ما رو میبینه که در صحنه های مقدار از خدا بترسیم، حدود خدا رو به بازی نگیریم، برای کوبیدن یکی بیایم احکام خدا رو استهزا کنیم، ولیعاذ بالله، برای برتری جویی بر یکی بیایم خلاصه برخلاف حق و حقیقت انسان سخن بگه، خدای نکرده. اون عزیز که پدر بشرن و نیستن، باید فرزندان اون عزیز چگونه با هم برخورد کنن؟ اگر مخالفش بود، اگر دشمنش بود، اگر با او هم رأی نبود، اون عزیز چه انتظاری داره از ما که چگونه برخورد کنیم با هم؟ نمیبیند والله بالله تالله بر تمام ریز و درشت اخبار عالم هستی به اذن خدای متعال جلت عظمته آگاهه. در کردارمون، در رفتارمون، در اعمالمون تنها چیزی که دیده نمیشه امام زمان اجر الله تعالی فرجه الشریف، البته بعضی. لذا اینها هشدار، اینها تذکر. الطرید الشرید، چقدر معرفت داریم ما نسبت به امام زمان اجر الله تعالی فرجه الشریف. وقتی که یادی از او نمی کنیم، اعمار و رفتارمون بیگانه است، وضع و ظاهر و لباسمون بیگانه است، با امام زمان حرف زدنمون بیگانه است، اعمالمون بیگانه است، عبادتمون بیگانه است، معارفمون بیگانه است با اون عزیز، این چه نوع انتظاریه؟ خدایی نکرده در هوا و هوس و دنیا و شبان روز فکر ما رو پر کرده باشه، نه انگار آخرتی هست، نه انگار قیامتی هست، نه انگار روز قیامتی است که 50,000 سال، انگار فقط و فقط این است که همین دنیا برای ابد من ساخته شده و من باید همه وجودم 24 ساعت غرق در دنیا باشه، چه بخورم، چه بپوشم، چگونه در رفاه باشم، انگار فقط و فقط این انسان خلق شده برای همین مسائل. این چه غفلت بزرگی است. خدا به حق سید الشهدا سلام الله علیه عاقبتمون رو به خیر کند ان شاء الله. خب اگر میان برنامه رو اجازه بفرمایید ببینیم ادامه بحث مهدویت از منظر سید الشهدا سلام الله علیه رو در خدمتتون باشیم ان شاء الله. عرض سلام مجدد و تبریک ایام ولادت ولی الله الاعظم امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا. خوب عرض شد ما روایات بسیاری داریم که مژده ظهور حضرت ولی عصر خدای متعال به واسطه حجتهاش به مردم دنیا داده که یک روزی ولو یک روز هم از دنیا باقی نباشه، خدای متعال جلت عظمتو اون روز رو طولانی می کند و در اون روز از ذریه سید الشهدا آقایی خواهد آمد و عدل و داد رو در تمام جهان خواهد گسترانید. لذا اونهایی که فطرتهای پاکی دارن و اونهایی که از انسانیت فاصله نگرفتن نباید ناراحت بشن، نباید غصه بگیرن، نباید وحشت کنن. اون عزیز رحمت خدا بر بشره،
تنها کسانی براشون سخت ظهور اون عزیز که اینها قصد ظلم و ستم در حق عباد دارن و الا باید خوشحال باشن. خب اون عزیز بیاد، رحمت اوس شامل همه مردم عالم بشه، بهترین قوانین، بهترین برنامه ها، بهترین تکنولوژی، بهترین بالاترین درجات علم رو برای بشر می آورد، این که غصه و ناراحتی نداره. خب این در روایات متعددی ما داریم که این بشارت رو دادن، معرفی هم کردن اون حضرت رو، اصاب و من ولد ابنی محمد ابن علی و هو الحجت ابن الحسن بن علی بن محمد ابن علی، یک به یک آقا سید الشهدا معرفی میکنن. بعد میفرمایند که غیبتش طولانی میشه، بعد ظاهر میشوند، یملع الارض قسطا و عدلا کما ملعد ظلما و جورا. اینم باز از وعده هایی است که حضرت سید الشهدا سلام الله علیه دادن، که اونجا میفرمایند که خدا قائم ما جل الله تعالی فرجه الشریف رو ظاهر میسازد، یعنی یک امر الهی است، این خواسته خدای متعال. و برخی ها که خیال میکنن این مربوط حالا یک ملتی است یا دولتی است، این اشتباه بسیار بزرگی و باید مطالعه کنه. یک امر بشارت الهی است بر همه خلایق. خب باز در روایات داریم نسبت به عرض می شود که مهدویت از منظر سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه، عرض می شود که حدیثی است که آقا امام باقر سلام الله علیه نقل می کنن از جدشون حضرت سید الشهدا، که قبل از شهادت در روز عاشورا آقا حدیثی رو نقل کردن از جدشون آقا امام حسین، از جدشون پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، که پیامبر فرمود پسرم تو در آینده نزدیک به سوی عراق سفر می کنی. خبر از سفر آقا امام حسین علیه السلام رو دادن. عراق سرزمینی است که پیامبران و جانشینان پیامبران از آنجا دیدار کرده اند. این سرزمین سابقه حضور انبیای الهی داشته، سابقه حضور جانشینان انبیا رو داشته. بعد خبر میدن پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم که تو در آنجا شهید خواهی شد. خبر شهادت آقا امام حسین رو به او میدن و به همراه تو گروهی از یارانت که از شوق شهادت و لذت ملاقات پروردگار، که این توضیح حدیث، درد و رنج سلاح‌های جنگی رو احساس نمی‌کنن. یعنی اونجا هم یک عنایت خاصی از خدای متعال صورت می‌گیره نسبت به این بزرگواران در صحنه کربلا، که پیامبر خدا بعد حضرت سید الشهدا نقل می‌فرمایند که پیامبر خدا بعد از این حدیث این آیه رو تلاوت فرمودند: قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. با آتش گفتیم که برای ابراهیم سرد و سلامت باش. این نکته بسیار مهمی است که در صحنه کربلا هم خدای متعال اراده فرموده که رنج و درد و این زخمهایی که بر بدن این بزرگواران وارد میشد، این سختی و رنج رو نکشند. همچنانی که در آیه شریفه داره بر حضرت ابراهیم آتش سرد شد به امر خدای متعال، در اون صحنه هم خب اون ضربه های سخت شمشیرها و زخمه ها عرض بشه که این درد و رنجش و خدای متعال از این بزرگواران در صحنه کربلا برداشت. ای حسین، آتش جنگ، این حدیثی است که آقا سید الشهدا از جدشون پیامبر نقل میکنن. آتش جنگ در راه اسلام نیز برای تو و همرزمان از سرد و سلامت خواهد بود. آقا سید الشهدا وقتی که این فرمایشات پیامبر رو نقل میکنن، بعد خبر میدن از آینده جهان و وقایعی که در انتظار بشره. به خدا قسم اگر ما را بکشن ما به حضور پیامبرمان باز میگردیم. یعنی اینا خیال نکنن ما رو کشتن و از بین بردن و نابود کردن، نخیر، ما بعد از شهادت به محضر پیامبر خدا میریم و به محضر حضرتش برمیگردیم و هر قدر خدا بخواهد در آن عالم میمانیم، یعنی در عالم برزخ. سپس من اولین نفری هستم که زمین شکافته میشود به امر و اذن خدای متعال جل عظمتو، به جهتی که او قادر مطلق، یکی از عقاید مسلم ما مسئله رجعته
و اینم نگیم چطور می شود، برای خدا هیچ کاری ندارن. ما هم بر اساس ادله مسلم و قطعی این باور رو داریم. حالا جزئیاتش چگونه از ما نخواستن، اون مقداری که فرمودن خب، اون مقداری که بیان نشده ما مأمور نیستیم که حالا همه چیز رو بدانیم. خب به خدا قسم اگر ما را بکشن ما به حضور پیامبرمان باز میگردیم و هر قد خدا بخواد در اون عالم میمانیم، هر مقدار خدا بخواد اون عالم برزخ ما اون زمانش طول خواهد کشید. بعد اولین نفری که زمین شکافته میشود به همراه امیر مؤمنان سلام الله علیه و همزمان با قیام قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف و زندگی دوباره رسول خدا صلی الله علیه و آله به جهان باز میگردم. آقا سید الشهدا فرمودند این برمیگرده مسئله رجعت. در آن هنگام گروهی از نیروهای آسمانی که برای اولین بار به زمین نازل میشوند برای یاری من خواهند آمد. حضرت دارن خبر میدن از یک سری امور غیبی به اذن خدای متعال. غیب رو فقط خدا میداند و اون کسانی رو که خدا بخواهد اونها بدانند. و حضرت سید الشهدا سلام الله علیه از این دودمان پاک هستند. خب بعد جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و گروهی از فرشتگان نیز به همراه آنان خواهند بود. اینا اخباری است که حضرت میده در باره عصر قیام حضرت ولیعصر و اون حوادثی که بعد از اون به وقوع خواهد پیوست. وجود مقدس حضرت محمد صلی الله علیه و آله و پدرم علی علیه السلام و من و برادرم و تمام افرادی رو که خداوند برای آنان منت گذاشته، یعنی یک سری افراد خاصی داریم در روایات که خوبان خوب و بدان بد در همین دنیا زنده خواهند شد، بدان ببینن تمام هم و غمی که داشتن برای خاموش کردن نور خدا، بله به چشم خود تو همین دنیا، نه آخرت نه قیامت، تو همین دنیا در همین صفحه دنیا ببینن اون جهد و کوششی که داشتن برای خاموش کردن نور خدا، خدای متعال نورش رو در عالم منتشر کرد. و افرادی که خدا بر اونها منت گذاشته، افراد خاصی زنده خواهند شد در حالی که سوار بر مرکبهایی از نور هستند که تا آن موقع کسی نظیرش رو مشاهده نکرده به زمین نازل می شود. این اخبار غیبی است که از محضر سید الشهدا سلام الله علیه عرض می شود که بیان شده. در این حال حضرت محمد صلی الله علیه و آله پرچم خود رو برافراشته و به همراه شمشیرش به قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف میدهد. اینا حوادثی است که آقا بیان میفرمایند. حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و استبعاد نکنیم خدای متعال جلد عظمت و از عدم این کل این عالم رو به وجود آورد، برای او کاری نداره. اینا اگر باور و ایمان باشه به خدا و ما توحیدمون اگر قوی باشد بشناسیم، معرفت پیدا کنیم در همون ظرف محدود خودمون این مسائل، البته باید بر اساس نصوص قطعی باشه، باید عرض میشه که اون شرایط قبول یک حدیث سندن دلالتن. گاهی انسان میبینه برخی این بندگان خدا این مخالفین یه 4-5 تا حدیثی رو میارن، اون رو میان استفاده میکنن برای اون چیزی که در ذهن خودشه. این بنده خدا غافله که بابا اینا مباحث اجتهادی میطلبه، اینها کلی درش بحث، شما 5 حدیث رو میاری و برای اون منظور خودت بیان میکنی و الان هم خیال کردی که پیروز شدی و دنیا رو فتح کردی و بله تمام شده و شیعه رو قلقم کردی با چند تا حدیث که از کتابای خودشون بیان کردی. نه بنده خدا اینگونه نیست. اگر 5 تا حدیث اون چیزی که از مسلمات شیعه است و قطعیات شیعه، شما اگر 5 حدیث از منابعشون میاری، اونها 50 حدیث بر اون عقیده‌ای که برش پایبند هستن میارن. لذا اینها یک مباحث خاصی است که عرض میشه از عهده بزرگان این فن برمیاد. همچنانی که ما میبینیم نسبت در طب، مثلا هر کسی هر طبیبی نمیتونه جراحی کنه، اون متخصص اون کار اگر متخصصش نباشه یک کم زیادی یک خورده این تیغ جراحی رو این طرف اون طرف عرض میشه که استفاده بکنه، چه مصیبتی به بار میاد. این مسائل دینی و استنباد و استدلال به عرض می شود که نصوص دینی کار بسیار مشکل و سختی است.
و اون چیزی که از مسلمات و قطعیات هست اون شکی نیست درش که این مراحل رو طی کرده. خب بعد حضرت می‌فرمایند بعد از اون تا زمانی که خدا بخواهد ما در روی زمین زندگی خواهیم کرد، یعنی پس از واقعه رجعت که ما خواهیم آمد در روی زمین زندگی خواهم کرد. و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین، امیر المؤمنین، حدیث مفصل من را گزینشی برخیاش رو عرض می شود که خدمتون ارائه می کنم. امیر المؤمنان علی سلام الله علیه شمشیر رسول خدا رو به من سپرده و مرا به سوی شرق و غرب می فرستد. آقا سید الشهدا سلام الله علیه می فرماید و هیچ دشمنی به سوی من نمی آید مگر اینکه خونش را می ریزم و هیچ بت را رها نمی کنم مگر اینکه اون رو به آتش می کشم و سپس به سوی خلاصه هند رفته و آن ناحیه رو فتح خواهم کرد. این جزئیات اون واقعه فتح عالم. البته ببینید در این که می فرماید حضرت دیش دشمنی نمیاد، اینها پس از اتمام حجت بر عالمه. و عرض شد که اون نصوص قطعی، اون حوادث قطعی مسلمی که از نصوص عرض میشه که قطعیه، یعنی از کتاب و سنت ثابت شده، بله، این است که قبل از این به اصطلاح کشتن دشمنان خدا حجت بر عالم تمامه. و خود اون بزرگواران که تشریف می آورن چی عرض میشه که بیان میکنن، تبیین میکنن احکام خدا رو، برنامه های دین رو برای عالم. لذا عموم مردم عالم اینها با جان پذیرا میشن. و به اصطلاح نکته های بسیاری ما در این امور داریم، میبینن وضعیت رو، برخلاف برخی از فتوحاتی که خلفای قاسب پیامبر انجام دادن که وقتی که روش اونها رو دیدن ایستادگی کردن مردمان اون منطقه و سرزمین، چون گفتن این چه اسلامی است که کارش کشت و کشتار رو. حالا برخیان به این امور میبالن و اینها رو باعث افتخار میدونن، در صورتی که افتخار نیست. افتخار اونیست که طبق خواسته الهی باشه. خب عرض میشه که اینجا اما یک سری مصممن، اینها غارتگران و اونهایی که اهل کشت و کشتارن، اینها به این صراط ها مستقیم نیستن، اهل منطق نیستن. خب اینا اگر که باقی باشن حیات رو از دیگران خواهن گرفت. این طور افرادی هستن که به دست توانای حضرت ولی عهد عجل الله تعالی فرجه الشریف و ائمه ای که برمیگردن در رجعت، اینها هلاک خواهند شد. خیلی بحث مفصل عرض می شود که آمدن انبیا رو برخی از انبیا را خبر میدن. خداوند متعال برای هر یک از شیعیان ما فرشته ای رو میگمارد که گرد و غبار دنیا رو از صورتهایشان زدوده و با زندگی و منزلت بهشتیشان آنان را آشنا میکند. در آن عصر در روی زمین فردی نابینا، زمینگیر و بیچاره ای باقی نمیماند. این کلام خلیفت الله یک انسان گرفتار، یک انسان فقیر، که عرض شد وقتی که تمام مال و اموال در اختیار کسی باشد که عادل حجت خدا، سر سوزنی تخطی از اوامر الهی نمی کنه، سر سوزنی هوای نفس نداره، فقط و فقط اوامر الهی تمام این گنجینه های عظیم رو در اختیار بشر قرار میده، دیگه فقیری دیده نمیشه، گرفتاری دیده نمیشه. و عرض میشه برکات آسمان ها به زمین نازل میشود تا آنجایی که درختان میوه از سنگینی میوه هایشان سر به زمین مینهند، میوه های تابستان در زمستان به دست مردم میرسد. و توصیفات بعد این آیه رو حضرت تلاوت میفرمایند ولو ان اهل القرى آمنوا، این امری که نگذاشتن به دست امیر المؤمنین سلام الله علیه انجام بشه، این ایمان و تقوا به دست حضرت ولی عصر در عالم احیا میشه. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، این نوید خدای متعاله. وقتی این ایمان و تقوا در عصر حضرت ولی عصر عرض میشه که این برپا میشه، امت به تربیت اون عزیز ایمانشون تقواشون عالی میشه، برکات هم از زمین و زمان بر اونها نازل میشه. همه با هم ان شاء الله در همه حال دعا کنیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بیش از هزار و چند سال است ای عزیزم
چشمان تو گرید به یاد عمه هایت. در خیمه ات پیراهنی آویزه داری مهدی جان، پیراهنی که کرده آقا مبتلایت. آقا بیا با یا لثارات الحسینت، بستان تقاس خون شاه سر جداید. بستان تقاس حرمتی را که شکستن از دشمنان نانجیب و بی حیاید. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Mm-hmm.